سلام به عاشقان مارکت رپ دری، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به این ویدیو. اصلا حسام امروز با هم دیگه میخوام یه موزیکی که من جا انداختم و اون تایم و یه تایم خیلی بدی بود برای هم افغانستان هم مخصوصا ایران، یه تایم خیلی فجیع و کشورها خیلی داغون شده بودن و من اصلا فعالیت نمیکردم و یه ترکی از مصطفی میری به همراه اینایت اومد که من جا انداختم و گوش نداده بودم، به نام خاور میانه، که احتمالا یه ترک میتونه اعتراضی باشه چون اون تایم بدم ریلیز شد و من اون حالت روحی خوبی نداشتم که بخوام بهش گوش بکنم. بدون معطلی الان میریم با هم دیگه گوش بکنیم ببینیم چه جوری هست. ترک تقریبا 8 دقیقه هم هست، کار بیت رو سیاوش نگهبان اگه اشتباه نکنم باز هم انجام داده، اینجا ننوشتن ولی آره سرک رکورد سیاوش نگهبان پروداکشن. اوکی، حرف اضافه نمیزنم جز اینکه یاد نره حتما چنل سابسکرایب بکنی، ویدیو رو لایک بکنی و اون زنگوله رو بزنی. بریم بدون معطلی ببینیم موزیک چجوری هست. جان آدم ها دست قصاب سر چنگ ها لقمه پیر کفتار بیا در سیاسر میشه سنگسار کت فیر بعد دستور عرب اینا اینایت دیگه چنگا لقمه پیر کفتار بیا در سیاسر میشه سنگسار کت فیر بعد دستور ارباب میگه جلاد به سرکو هرچی سردار و سرباز خادما و دینش حد شب خائن و دوین مردم شوا دیگه نبینم خو بد خبرای روز خودش از کابوس مغزم آسود خو فقط در تابوت من خوشی ها میکنن درد بیان زندگی کنه ماست فصل خزان سر میبرند وقت از آن میکشه حتی خوشی ها میکنن درد و بیان خوشی های تو درد تو بیان میکنن. این دوتا معنی میتونه داشته باشه، یکی این که بگه آقا این خوشی که تو مثلا خیلی هایی که میبینی خوشن بیشتر دارن عکس میان، چون اینو من دیدم، یعنی خودم اینجوری بودم که بیشتر دارن تظاهر میکنن به خوش بودن، یعنی همیشه این حرفو میزنم میگن هر کسی که دیدی شادتره بیشتر میخنده بیشتر میخندونه توی دلش غمگین تره ناراحت تره. این یه دونه از معنی هاشه، یه دونه هم این که خوشی از درد و چیز میشه معنیش میتونه این باشه که یه نفر اصلا هیچ خوشی نداشته باشه، همیشه مثلا یه گوشه خیلی ناراحت و اینا دردشو نشون میده، شما از خوشی میفهمی، چه خیلی خوشحال باشه چه خیلی خوشحال نباشه جفتش معنی اینه که دردها مثلا زیاده. من اینجوری برداشت کردم ولی اسم میکنم نزدیک باشه به اون توضیح اولی که دادم اگه اشتباه نکنم. بس مغزم آسود خو فقط در تابوت من خوشی ها میکنن درد بیان زندگی کنه ماست فصل خزان سر میبرند وقت از آن میکشه حتی رنج زمان سرک شده خون خار سوز شده سر میبرن تو وقت از آن نمیدونم سر میبرن تو وقت از آن نمیدونم طالبانه داعش مثلا اینا مثلا هم فکر کنم جفتشون خیلی فرق خاصی نداره. در وقت از آن میکشه حتی رنج زمان سرک شده خون خار سوز شده خونزار به جای گل روحا مرمی نمیش تا ظالم کیه مظلوم قاتل کیه مقتول مشکاف سر سودا ودا نمیکنه کت اولاد پدر از خانه رفت دیگه نیامد شاید خوش نداشت بیای پس دعی اوزا مادر ماند و طفلای گشنه رفت برون پشت سودا دید بازار فروش دختر خوب از دختر خود نمیفروخ اگه گو داشت طالبا میگردن خانه و خانه دانه و دانه میکشن تو کار تمامه میزد عمرشه اگه میداشتم تبر میکنن حوض دخترم میکشن در قفص جر خیلی خیلی این یه تیکه این 20 ثانیه‌ای که گذشت خیلی اتفاق افتاد تو ترک. یکی این که گفتش که پدر ممکنه بره بیرون از خونه دیگه بر نگرده، اینم میتونه دو تا معنی داشته باشه، یا اینکه مثلا کشته شده باشه یا اینکه کلا به خاطر اینکه نمیتونسته خرج خانواده‌اش رو بده کلا فرار کرده رفته، یعنی اینکه شرمنده نشه ترجیح داده فرار کنه، شرمنده نشه پیش مثلا زن و بچه و این داستانا. دومین چیز این بود که حالا طالبان که خونه به خونه دیگه حق دخترها و خانوما که توی افغانستان خورده میشه که دیگه اینو راجعش حرف نمیزنم زیاد صحبت کردیم با هم دیگه، میگفت که فروش دختر یعنی انقدر که وضعیت اقتصادی اونجا هم بده، یعنی مادر مثلا میبینه فروش دختر اتفاق میفته منم این کارو بکنم برای اینکه بتونم خودم رو سیر نگه دارم حداقل، یعنی خیلی دیگه سنگین و ناراحت کننده و غمگین و این بوده این
تیکه از صحبت اینایت بودن هم افروخ اگه گو داشت طالبا میگردن خانه و خانه دانه و دانه میکشن تو کار تمامه میزد عمرشه اگه میداشتم تبر میکنن حوض دخترم میکشن در قفص جرمشی بود کشیده نفس و لذت زخمای زیاد کشتن حسن مرگ به چشم میبینم نیست کشتنم سخت و پشت زندگی مکت مردن نسبت دارم کجا را دیدی شبه کشور زلت ملت حیات قسمت چی بوده نفسم قید میشم میخونم مصرم مصر قصه اینو حضرت اصلا حالا لیریکو اگه بذاریم کنار فلوشو شما ببینید فلو اینایت رو ببینید کینگ فلو دیگه اسمشو رو خودش گذاشته واقعا کینگ فلو اینایت دلت ملت حیات قسمت چی بوده نفسم قید میشم میخونم مصرم مصر قصه اینو حضرت ابو بکرشون بغدادیست حضرت عمرشون مولا عمر میخوندن در گوش ما از شیاطین حالا اینجاست که میبینیم کشتار و مک حسار و جمع خوشنام و سر و شکر خدا خلق در رکوع طلاب جل هشدار ترس میداد وجدان پس انتاری زد شد نماز مرگ در فشار قبرت میای امشب اول نینکی رو نمون کرد یک مرگ پشت حق میزنم آتش تا که تشنه ترشه بزنه روح تکه ندیدم یک روز خوش بچش ندارم بیم از مرگ یتیمه گفت حق من خوردن شد فقط خدا در کبز کل دین بگه انسانیه ما انسان نیستم که مرز هست ناجی نامد نزگوشیه دامدار هزاره ها را سردن زن یه ذره این تیکه میکس مستر کار حس میکنم اشکال داشت یه کوچولو حالا نمیدونم به خاطر این افکت های صدای مثلا صدای پایکوبی و این داستان رو میومد اینجوری شده بود ولی یه کوچولو میکس مستر کار حس میکنم یه کوچولو ضعیف کلن و این تیکه شما نفهمیدم خیلی ورسه این تیکه این هایتون خدا در کبست کل دین بگه انسانیه ما انسان نیستم که مرز هست کل دین انسانیت ما انسان نیستیم ولی مغز هست زندگی شده شکل فیلم مصطفی امیری چه ترکیبیه بچه مصطفی امیری اینایت هر دو هم فلوی اصلا قوی تکنیکی قوی واقعا پشمیزونه ترکیبش درد سخت سر بچه فیلم هاست با این تفاوت که نمیتونه زور بگه کسی در خودش آمده بچه فیلم ها کنترول داره سر خشمش این بار آزادی قصدش امسال زده میره بدون هیچ امیدی فقط در قصد زد و بند و جنگ و جنجال کم خونه کنده بودن چادر رای من گاهی دفعه حتی میرساندیم پا در پای مرگ میرفتیم ولی خونه نمی بردیم را در جای نه چی میگدی اگر تو بودی جای من حاکمان قند داری حکومت مزدور خاک ما را کت ناموسی ما دوست برد چشم امید داد ریاست جمهور چشم امید ما میر رئیس جمهور بود یعنی اینقدر بازا خیت بود رئیس جمهور ما که فرار کرده اصلا رئیس جمهور افغانستان بگیم کنم وقتی طالبان داشتن میمدن پول مولو برداشت و فلنگ و بسته اگه اشتباه نکنم تا جایی که من اطلاعات دارم و اخبار رو دنبال کردم اینجوری بوده داشت جمهور مگر زکت مترای پر پول سیاست ما رای سوز سوز آوراکت خیانت ما را ست خوری طالب آکت مگه ما چی خری کدام خواستی را کن که فقط باید گویا اینجا جان ما در آمدیم که پای خود سبتش کنیم جانانه جانت من آقا من چی کار کردم من اشتباهم چی بود یا به دنیا اومدم من کیو مثلا اذیت کردم که همچین چیزی مثلا نصیبم شده این نتیجهش این شده آخه من چیکار کردم واقعا که فقط باید گویا اینجا جون ما در اومدیم که پای فقط جون ما داره در میاد فقط داریم جون میدیم اینجا چی کردیم ما خدا ثبتش کنیم جانانا جانت ده وطن خود خرچش کنیم بیرق دل ما سیاه و سرخ و سبز میمانه تو دستم طلب کو برات سر پیش کنیم ما هم یکی از قشر اجتماع که ظاهر و باطنم شدن اسیر انزوا ما هم یکی تو بره تبید زمین و متلب شد و منجه بر صف اشتباه خوش اشتها بر خوردن فریب دروغا مرقصم بر بردن دلم چی در ازا چی در زور دمی دایی تو شرایطم وقت مردن نه نه فکر تای پای من تو رز در دستم آمدم که برم پشتی نالیدن نستم اوزای منه مثل حال من نیست خوب زر نودان و من زر باران و خستم وقتی خطل وجدان ها را نفسا میگیره گردن بشر و حقوقش در جایش میزنن گردن وقتی بخت کدنی کمر رو زدن و کندنه تنها چیزی که دستی تا میگیره درده اینجا خواب جای این که میگه حق مثلا اینا رو بدن جای این که حق مردم رو بدن مردم رو میکشن جو اینکه او حرفشون رو گوش کنن صداشون رو گوش بکنن چی بگم خدایی نمیدونم واقعا این چه جور مثلا چیزی نمیدونم تا کدنی کمر رو زدن و کندنه تنها چیزی که دستی تا میگیره درده
اینجا خاور میانه است. 40 ساله کدم پر سختی و سر صدا را میزنن، هزارا را میکشن تا بعد کشتنشان خود آدم بدانن. ای اینجا خاور میانه است، پای زندگی ما در میانه است. دونا را بستن، کامرا را کشیدن، ده خبرها بگوین اینجا خاور میانه است. من یک طفل افغان در غم غمایم، کجاستم نمیشه پیدایم، در قبار گپایم، رسیده فصل قتل ما، شرح ما همی سینا میخوان آدم قدشه، هوا پشت هوا تنفس نمیتونه، کل جان مادر زخمه، به حال ما میزنه کافر زجه هر روز. اینو میگه تنفس نمیتونم بکنم بعد اسم مادر رو میاره، منظورش فکر نکنم این باشه که هوا مثلا خرابه من نمیتونم تنفس کنم. هوا منظورش استعاره از اینه که چه میدونم وضع من و خانواده خرابه، وضع خونه خرابه، نمیتونم تنفس بکنم، نمیتونم راحت زندگی کنم. منظورش نه اینکه اینجوری نه زندگی بکنم چون مامانم حالش خرابه، یعنی مامان من اگه حالش خراب باشه منم نمیتونم زندگی کنم، یکی رو از دست بدم منم از دست میرم. نفس نمیتونه، کل جان مادر زخمه، به حال ما میزنه کافر زجه هر روز، سوخت شدید ترکت بال زخمی اینجا خواهر دره مرگ دختر خواهر دره روز سوخت شدید ترکت بال زخمی اینجا خواهر دره مرگ دختر ما، صدای خفت خفته آده خفتن ما، من یک کشتم دمی کشتن تان میگیرم فلک از خلق خلق و گشت نتوش نمیمانن مرد و وزن نان میمانده تلک و بخوردنشان میپیچم در مردتان به ایرقتان که هست رنگ کفن من یک مسلح مسلح در صلح اصلاح شده به اصطلاح ساله یه بایسا بایسا اینو چی کار میکنم نان میمانده تلک و بخوردنشان میپیچم در مردتان به ایرقتان رنگ کفن من یک مسلح مسلح در صلح اصلاح شده من یه مسلح مسلح من این مسلح رو من نمیدونم فارسی شود شد، یعنی کلمش که فارسی شد یعنی معنیش رو نمیدونم. مسلح من شنیدم مثلا شاهان مسلح یکی از فوتبالیست های یعنی پرسپولیس هم هست. مسلح که میشه یعنی من با تیر اومدم برای صلح. خیلی عجیب بود، دمش کم، چه واجرایی داشت روی سه و چه کلمه بازی کردین پشمام ریخت. رنگ کفن من یک مسلح مسلح در صلح اصلاح شده و اصطلاح سالهان جام اصلاح شده در اصطلاح با ساسات داره بازی میکنه قشنگ، یعنی کلمه بازی این دیگه. رنگ کفن من یک مسلح مسلح در صلح اصلاح شده و اصطلاح سالهان جام زهر به حاکمان صاحبا در تاریکی تاریخ مجاوید شاید ابلیس شاید انجیل پیش میرم رقم قدرت پول میچنگم تا دارم درگم خون کافر از بدین خود طالب انتهایی در مکتب قلم در دست و تفنگ در دست ظالم وار میکنن کت بمده شبی نسل نسل ناز پس آمده در زمین رقمه میکشند افغان وار میکنن این چیه چو؟ انتهایی در مکتب قلم در دست و تفنگ در دست ظالم وار میکنن کت بمده شبی نسل نسل ناز پس آمده در زمین رقمه میکشند افغان هزاره دل شیطان کبابه مردم دست خالی اینا کت انفجاری میکنم کت قلمم چشمای تکور اینا که دیگه همه فکت رو داره میگه و میگه حتی حال شیطان هم خرابه، یعنی این دیگه خیلی خوبه. این هایت ورسش واقعا خداست، واقعا خداست. مردم دست خالی اینا کت انفجاری میکنم کت قلمم چشمای تکور دهی جنگ افتخاری که خالی ما شهید کردن اینه میالی اشتا پای ارد خورد خانه داره باز بسیار مجبوری اینه میادم کشی را بست کنن یک لحظه بشی دم راست کنه زخمایی کنه خدا کم باز کنه تو را مگم وطن داره گلم کتم گپ بزن شاید هم فاس شدیم یک خدا یک سرزمین هرچی که باشه دیگه دین و مذهب مگو مگه جرمش زخمای وطن مگذرم از کل دین و مثلا مگه چی خیر دیدیم از جنگ اینمی شده تنها دلیلیم از رف مهم نیسته که چی بگن سبا اینمی یه فرق فکر دیدو مثلا نمی فامه کی ما کیستم و چی مگم روی سونی یگان را نستم و نمیروم کف سقف ست تو تحصیلات ولی مسیری که یک دفع رفتم و نمیروم نام ما درد متولد جنگ کام ما تل خورد پر ما سنگ کار ما سخت بود هنر ما رب اسم من درده متولد جنگم کف سقف ست تو تحصیلات ولی مسیری که یک دفع رفتم و نمیروم نام ما درد متولد جنگ کام ما تل خورد پر ما سنگ کار ما سخت بود هنر ما رب تاره که محض بخی مرد بر ما رنگ خالی صحنه
تاریکی فقط برا من و رنگ مرده تو زندگیم. کار من سخت بود، هنر من رپ تاره که محض بخ مرده بر من رنگ. خالی صحنه مالی در ترشه چشم خونده من آبه را جاری هر دم. عالی در رپ معیاری در رسه قب خانم تو سکوتی ما تاریخی ترشه. گفتن پورا لکه نمال کم بوده کلی بخورا در پالوی سمرقند گومه. چی میتونه از تمای بشر کم کنه که قابل بیان باشد در هر مضمونم. زخاطرم یکی تو بد درد از وطنم است در حد امنیت میپالو مرز در مرز در ایم دود سیگرت و سور بالی ازی کشت و کشتار. علامت ملی شده کشت کوکنار منزل را خراب کت پشت پشتام. زمین های سبزی درست خشک و خشکار آزادی خاک و خونده خشت خشتش مانده ما را میشناسن کل دنیا. افتخاری که در نظر همه شده منتهاری آزاده مگم در بند اختصاصی بندی شده میجه کاملا نم اتفاقی. رخت خوربت در جانم از انحصاری 40 سالا که در جنگ بند از غریب نیست تو کسی که سر تخت از رئیس همشه پوته در جنگ هم کس ندید جواب گناه های ناکدر کم پس دادیم. جواب گناه های نکرده یعنی اینایت هم گفت یه چیزی رو تو اینایت هم تو برسش همچون چیزی رو گفت جواب کارهای ناکرده اون داریم میدیم. به گناه های ناکدر کم پس دادیم. متفت با میکنه جنگ و تفرق بین قوم و رنگ و افغان تا لب پر طالب میزنم گردن میسوزنم جانت آخرم نیست باز کشور از خود داعش داعش در دینشان خست از جنس شهر سچی بود میبود توفنگ در دست من چادری در سر آدمی میگفت آزادی اونا زدن مرمی یادتن این رقم ظلمه نیست عقیده بلد حیوان صفت دستن از غریزه در جنگ امارت طبقه هفتم دوزخ دلای کفی دست دخت از بخار خون از نفس ها کفت از بندی قربت در دل کزه لیکن آلم ها یک قسم هستیم ندارن نشاد فرق و یک جسم هستیم. یعنی توی افغانستان من اینو نمیدونستم اینو تازه فهمیدم که نجات پرستی وجود داره یعنی بین افغان و طالب فرق میذارن الان من اینو فهمیدم اینو من نمیدونستم الان فهمیدم. لیکن حالا ما یک قسم هستیم ندارن نجات فرق و یک جسم هستیم دیگه ترس نیست بچه‌شون از امرش قوم ظالمه ما زنده هستیم یک جسم زنده هستیم یک حزب تا روز مرگتون ما زنده هستیم یک حزب. خیلی ترک غمگین و ناراحت کننده ای بود و حالا کسایی که توی اون وضعیت هستن داخل مخصوصا افغانستان اگر هستن اونا خیلی خیلی بیشتر ارتباط میگیرن با اینا موزیک و من الان این قضیه رو فهمیدم و باز یه چیز دیگه اضافه شد. من فکر میکردم اوکی حالا مثلا چه میدونم نمیذارن دخترها چه میدونم سواد یاد بگیرن مردمو میکشن اینجوریه اونجوریه دیگه نجات پرستی دیگه من نمیدونستم اینم یعنی هر چیزی اضافه میشه توی این نمیدونم به این بدبختی ها در واقع میشه گفت اگه بخوام خیلی مستقیم و مثلا دوستانه صحبت بکنم به این بدبختی هممون اضافه میشه. من نمیدونم واقعا چی میشه ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم که هم کشور خودمون هم کشور افغانستان جفتش ردیف بشه با هم خوب باشن صلح باشه بکش بکش نباشه چون وضع اقتصادی خوب باشه اصلا نمیدونم دیگه یعنی اینا هم آرزوی ما دیگه ببین اینا شده آرزو چیزی که حکومت ها باید انجام بدن به حق برسونن مثلا مردمشون رو چه میدونم رفاه براشون ایجاد بکنن این کار رو بکنن شده برای همون مردم آرزو و این خیلی عجیبه دیگه و حرفی نیست در هر صورت دمتون گرم مرسی که تو اینجا همراه من بودی بچه ها ترک خیلی خوبی بود یه ذره میکس و مکس مستری مشکل داد تکنیکی فلوی کلا خفن بود لیریکالی خفن بود واقعا جذاب بود دمتون گرم مرسی که تو اینجا بودین اگه دوست داشتین حتما چنل رو سابسکرایب بکنید ویدیو رو لایک کنید عشقید تا بعد.